امروز سرکرده اینها همون ملایانی که حاکم بر وطن ما شده، این سرکرده با طرد کردن افراد مختلف توانست بقای خودش رو برای مدت 44 سال به ظن اینکه تا ابد میتواند حفظ کنه. اما یادش رفت مردمی که از اون بطن جامعه میان، مردمی که در اصل زاده اون فرزندان و عزیزانی هستن که محمد رضا شاه بزرگ و رضا شاه بزرگ بزرگ کرده بود، تربیتی دیگر دارن در خونشون و در رگهاشون، دقیقا آن چرا که ملی گراییست و پادشاهان پهلوی انجام دادن میخواهند انجام داد، و این خون جوشش همین مسئله رو میکنه که ما میخواهیم ملیگرا باشیم، ما میخواهیم همچون محمد رضا شاه بزرگ و محمد و رضا شاه بزرگ و شهبانوی نازنین برای وطنمون خدمت کنیم. شما یه نگاهی به والا حضرت یاسمین عزیز بکنید، میبینید دقیقا جای ملکه ایران و شهبانوی نازنین رو در از مأموریت خودش رو داره به درستی انجام میده. میدونیم که هر جا که پادشاه ما میره ایشون هم هست، هر جا که نمیتونه، میدونید که خیلی سر پادشاه عزیز ما شلوغه، از این مصاحبه به اون کشور، به این کشور، به این تلویزیون، به اون تلویزیون، همه اینها خب یک شخصیت مورد اطمینان باید باشه از خاندان پهلوی، همچون زمانی که محمد رضا شاه بزرگ در کنارش شهبانوی با عظمت ایران همجام وظیفه میکرد و دیدارها و مناسبتها و سفرهای بسیاری چه داخلی چه خارجی انجام میداد. والا حضرت هم همین گونه الان که شما میدونید در ایران نیستن، اما همین خانواده ایران ساز سعیشون اینه که شما عزیزان، مردم عزیز، همه طرفداران ملیگرا رو متحد کنن. بدانید که هر اتفاقی در پیش روی ما باشه، مطمئن باشید پهلوی ها ابتدای این نوک پیکان هستند. پهلوی ها ایران سازانی بودند که در تاریخ ما برگ طلایی خدمت به ایران و وطن رو به نام خودشون ثبت کردند. تا به امروز در دوران معاصر هیچ گونه خدشه‌ای در این لقب پهلوی به وجود نیومده. شما نگاه به شورش 57 که میکنید، میبینید عوامی بس ساده، گفتم متحجر زده و مذهبی، که متاسفانه دوست داشتن بعضی هاشون کتاب بخونن، ولی متاسفانه کتابایی که به دستشون میرسید یا کتابای ماول بود یا لنین بود، یا عرض کنم خدمت شما چپ و راست و این مسائل مارکسیست و به هر حال شما کمونیست و اینا رو میخوندن، و بعد هم یک هدف مشخص داشتن، رفتن شاه و برگشتن خودشون با اون تفکر به هر حال چگورایی‌هایی که اومدن و سرزمین ما رو نابود کردن. امروز دخالت مردم ایران در سرنوشت خودشون از همین الان مشهود. امروز دخالت مردم ایران از همین ابتدا در سرنوشت خودشون مشخصه. عرض کردم والا حضرت رو شما می‌بینید، گام‌های مثبت خودش، مدیریت دقیق خودش و رضا شاه دوم رو داره انجام میده. شهبانوی عزیز که خودش یک ایران صفا و صمیمیت رو به همراه داره که خودتون میبینید با چه زحماتی داره، برحال توی این سن داره چه زحماتی میکشه که شما عزیزان بدونید متحد بودن چیه، نور بر تاریکی پیروز میشه یعنی چی. بعد میایم در عرصه کار و ماموریت پادشاه بزرگ، یعنی شاه شاهان. شما شاهید، ایشون شاه شاهانه. اعلیحضرت رضا شاه دوم، کسی که میاد و در تمام عرصه ها از ابتدا تا به الان حرفش یه چیزه: اتحاد، میهن، وطن و هموطن. ببینید این اتحاد رو مجموعاً در تمام مصاحبه هاش میشنوید، چند کلمه و جمله کلیدی در تمام جملات شما میشنوید. یکی تمامیت ارضی کشور ما، یکی از همین مهمترین چیزهایی که همه ما باید با تمام وجودمون درکش کنیم و قبول کنیم.